به نام ایزد منان با سلام بر سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام و عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز. به این بخش خبری شبانگاهی خوش آمدید. من محمد محمدی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام از بهشت روی زمین کربلا در خدمت شما خوبان هستم. با هم نگاه بیاندازیم به مهمترین سرخط خبرها. آغاز همکاری نظامی ایران و عربستان با برگزاری رزمایش مشترک در دریای عمان. سفر اعضای واحد استفتاءات مؤسسه اهل بیت از بصره به ایران و دیدار با آیت الله العظما شیرازی. افزایش نگران کننده نجات پرستی علیه مسلمانان در اروپا، گزارش یک نظرسنجی. ورود بیش از 19,000 آواره از لبنان به سوریه. ایران و عربستان سعودی با برگزاری اولین رزمایش مشترک خود در دریای عمان، گامی مهم در جهت تقویت همکاری‌های نظامی و بهبود روابط پس از سرگیری دیپلماتیک برداشتند. این رزمایش نشان دهنده تحولی مثبت در روابط این دو کشور و عزم آنها برای کاهش تنش‌ها و توسعه همکاری‌ها در آینده است. توجه شما را به گزارش همکارم در این زمینه جلب می‌کنم. ایران و عربستان سعودی با برگزاری اولین رزمایش مشترک خود در دریای عمان، گام مهمی در تقویت همکاری‌های نظامی و بهبود روابط خود برداشتند. این رزمایش که با مشارکت چند کشور دیگر برگزار شد، به عنوان نشانه ای از تحولی مثبت در روابط این دو قدرت منطقه‌ای و عزم آنها برای کاهش تنش‌ها به شمار می‌رود. مقامات ایران و عربستان بر اهمیت همکاری‌های نظامی به عنوان ابزاری برای تقویت روابط و مقابله با چالش‌های مشترک تأکید کرده‌اند. این دو رقیب منطقه‌ای که سالها در مناطق درگیری خاورمیانه از جبهه‌های متضاد حمایت می‌کردند، در سال 2016 روابط دیپلماتیک خود را قطع کرده بودند. با این حال ایران با اکثریت شیعه و عربستان با اکثریت سنی سال گذشته در پی توافقی که با میانجیگری غیر منتظره چین به دست آمد، روابط خود را از سر گرفتند. در حالی که این تحولات در راستای بهبود روابط پیش می روند، نگرانی های مربوط به نقض حقوق بشر در هر دو کشور نیز همچنان وجود دارد که نیاز به توجه و بررسی های بیشتری دارد. بنابراین در کنار این همکاری‌ها، مسائل حقوق بشری همچنان باید در کانون توجه قرار گیرند. هر دو کشور به دلیل سوابق طولانی در نقض حقوق بشر و سرکوب حقوق مدنی شهروندان خود مورد انتقادهای گسترده‌ای در سطح بین المللی قرار دارند. در ایران محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان و تجمعات وجود دارد و در عربستان سعودی سرکوب آزادی‌های مذهبی و بازداشت‌های خودسرانه به ویژه در رابطه با شیعیان رایج است. این واقعیت‌ها نشان دهنده چالش‌های جدی در زمینه حقوق بشر در هر دو کشور است و نگرانی‌های بین‌المللی را به همراه دارد. در حالی که همکاری‌های نظامی بین این دو کشور در حال گسترش است، نقض حقوق بشر همچنان موضوعی حساس و پرچالش در رابطه با این دو کشور باقی می‌ماند. سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران همراه ما هستند. سلام و شب شما بخیر. آقای جوادی، با توجه به سوابق طولانی مدت نقض حقوق بشر در هر دو کشور، چه دلیلی برای برگزاری این رزمایش مشترک و تقویت همکاری‌های نظامی وجود دارد؟ آیا این همکاری‌ها می‌توانند به بهبود اوضاع انسانی در ایران و عربستان سعودی کمک کند یا تنها جنبه‌های نظامی را تقویت خواهد کرد؟ بسم
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت شما و بینندگان عزیز و همکاران گرامی. والا عدم تجانس این دو موضوع، بحث حقوق بشر و مانور دریایی، یه مقدار مشکله، اما من یه مقدمه ای را عرض کنم که شاید نتیجه خوبی بگیریم. ببینید، من همونطور که قبلا هم عرض کردم، عربستان سعودی با توجه به اینکه خب موضوع وزارتخونه های فرهنگی و آموزشی و که مدارس و دانشگاه ها هم زیر نظرشون هستن و قوه قضایی معضلی برای حکومت عربستانه به دلیل توافق حدود 180 سال پیش، این معضل با توجه به حرکت های اخیر آقای بن سلمان، فکر میکنم امید رو به تضعیف این توافق و رعایت مسائل حقوق بشری که خب فعلا در مرحله ابتدایی خودشه، افق امیدوار کننده ای رو به ما میده. اما در ایران با توجه به اینکه خب بحث مفصلیه که متاسفانه با ایجاد جو جنگ و بحران و مشکلات دیگه بر سر ایران و منطقه مورد تغافل قرار میگیره که انشالله اگر فرصتی شد در آینده اشاره میکنم. اما یه اشاره ای بکنم به این رزمایشی که مهم هست و فکر میکنم نتیجه رو بشه ازش گرفت. اخیراً دریادار شهرام ایرانی که خب از اهل سنت هست، میدونید که، و عنوان فرمانده نیرو دریایی هستن، در مصاحبه روز دوشنبه گذشته که دو روز گذشته بود، 30 مهر ماه، اشاره ای رو کردن در برنامه صفحه اول شبکه خبر ایران با محوریت رزمایش دریایی آیونز 2024 که در دو هفته اخیر برگزار شد با شرکت کشورهای همسایه اقیانوس هند و ابتدای دریای عمان و اقیانوس هند، که بر اساس اظهارات و اساسنامه این رزمایش عمدتاً بر مبنای امنیت مشترک دریایی، عملیات نجات و کمک‌های بشردوستانه بوده. خب کشورهای کلیدی روسیه، هند و عمان به میزبانی ایران در این رزمایش شرکت داشتند. کشور عربستان و مصر به عنوان ناظر در این رزمایش بودن که خب این نظارت مهم هست و مقدمه مانورهای مشترک بعدی ایران و عربستان و مصر که میدونید معمولا این سه کشور کلیدی جهان اسلام، دو تاشون معمولا با هم خوب هستن و نفر سوم یه اختلافاتی داره. این مانور نشان از عدم انزوای دریایی ایران شاید باشه که خب با توجه به حضور ناوشکن‌های ایران در دریای سرخ، دعوتنامه‌هایی بین ایران، عربستان و مصر رد و بدل شده که البته مقامات عربستانی فعلا تایید نکردن، مبنی بر رزمایش مشترک در دریای سرخ یا هم بحر احمر. بله. ببینید، این به نظرم اینجا اهمیت موضوع مشخص میشه. این کشور کلیدی با همدیگه مشکلاتشون رو تصمیم گرفتن احتمالاً حل بکنن که به مشکلات جهان اسلام هم رسیدگی بشه. شاید زمینه برای حل و فصل و خروج عربستان از مشکل یمن باشه و حل مشکل انصارالله یا همون حوثی‌ها، و نیم نگاهی هم به شعله ور شدن جنگ میان اسرائیل و ایران میکنه و تقویت جبهه ایران جهت جلوگیری از گسترش جنگ، و شاید هم به نظرم معادلات پشت پرده جهت حل موزل یمن و جهان اسلام و مشکلات بحث مقاومت در مدتی که مطرح شده. بله. و شاید و به نظرم باید مثبت ارزیابی کرد که انشالله بتونه به زمینه رشد زندگی مردم به خصوص در ایران، مشکلات اقتصادی در ایران مطرح هست و بحث های که به همین دلیل موضوعات حقوق بشری بیشتر مطرح میشه و زمینه اعتراضات رو در ایران کم کنه، و انشالله که آینده مثبتی رو ارزیابی میکنیم. بله. سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران، ممنونم از حضورتون در این برنامه. برنامه رو با چند خبر کوتاه پی میگیریم. دبیرخانه عتبات عالیات عراق اعلام کرد که عملیات پوشش زریح و بازسازی بخش‌های مختلف حرم ابراهیم ابن مالک اشتر آغاز شده است. این عملیات شامل سفیدکاری،
گچکاری و نصب تاقهای آهنی برای ایوان هاست. همچنین سازمان اوقاف شیعه چندین پروژه دیگر در اماکن متبرکه عراق اجرا می کند. تیم مهندسی مشرف بر بازسازی مزار رشید الهجری در استان بابل از ادامه عملیات آینه‌کاری و ساخت نقوش خبر داد. این پروژه با همکاری سازمان اوقاف شیعیان عراق انجام می شود و از کاشی‌های زیبای کربلایی استفاده شده است. منارهای گنبد 26 متر ارتفاع و 3 متر قطر دارند. فعالان شیعه در مسجد امام علی علیه السلام در برزیل بیش از 30 سبد غذایی، پوشاک و کفش را میان خانواده‌های نیازمند توزیع کردند. این اقدام در چارچوب فعالیت‌های خیریه مسجد با هدف تقویت همبستگی اجتماعی و کمک به خانواده‌های آسیب دیده از شرایط دشوار اقتصادی انجام شد. ریاست تربیت بدنی افغانستان اعلام کرد که خلیل علی همسر محمد علی کلی به کابل می آید. هدف از این سفر ساخت استادیوم ورزشی پیروزی و تأسیس انجمن ورزشی به نام محمد علی کلی و خلیل علی در کابل است. این دومین سفر وی به افغانستان برای این پروژه است. یک روزنامه آلمانی فاش کرد که آلمان در سال 2024 787 پناهجوی سوری را به کشورهای دیگر اخراج خواهد کرد. این اخراج‌ها فقط به سوریه محدود نیست و شامل شهروندان کشورهای دیگر نیز می‌شود. آلمان بر اساس معاهده دوبلین اخراج پناهجویان به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا را مجاز می‌داند. رسانه‌ها گزارش می‌دهند که معلمان در مدارس بریتانیا با فرهنگ آزار و اذیت مواجه هستند. طبق گزارش اسکای نیوز 320 معلم مدعی شدند که مورد آزار قرار گرفتند. برخی از معلمان با قراردادهای عدم افشا یا حتی دریافت رشوه از صحبت در این باره منع شدند و 1.73 میلیون پوند برای این سکوت پرداخت شده است. پزشکان و کارمندان بهداشتی در حرات افغانستان به دلیل پرداخت نشدن حقوق 4 ماهه خود اعتصاب کردند. اعتصاب کنندگان از بی‌توجهی مسئولان طالبان و مؤسسات پرداخت حقوق شکایت دارند. حدود 3000 پزشک از 116 مرکز بهداشتی در این اعتصاب شرکت کردند که از سه شنبه آغاز شده است. درگیری‌های اخیر در ایالت الجزیره سودان به کشته شدن بیش از 70 نفر منجر شده است. وزارت بهداشت سودان از زخمی شدن 17 نفر دیگر از جمله 8 کودک خبر داده است. حمله هوایی ارتش سودان به یک مسجد باعث مرگ 31 نفر شده و وضعیت زندگی مردم وخیم‌تر شده است. پژوهش جدیدی نشان می‌دهد که از دست دادن حس بویایی با تغییرات در الگوی تنفس مرتبط است. این تغییرات ممکن است منجر به مشکلات روانی مانند افسردگی یا انزوای اجتماعی شود. آنوسمی یعنی نداشتن حس بویایی ممکن است از بدو تولد باشد یا بر اثر بیماری مانند کووید ایجاد شود. ضربان قلب تعداد تپش‌های قلب در هر دقیقه است که به طور طبیعی بین 60 تا 100 می باشد. این میزان می تواند بر اساس سن و شرایط فیزیکی افراد متفاوت باشد. عوامل مختلفی مانند بیماری، تب، داروها، کم آبی و اختلالات روانپزشکی نیز می تواند تغییرات ناگهانی در ضربان قلب ایجاد کنند.
مؤسسه فرهنگی خیریه اهل بیت علیهم السلام در بصره به پاس قدردانی از فعالیت‌های واحد استفتاءات شرعی این مجموعه سفری زیارتی برای آنان به ایران ترتیب دادند. این سفر شامل زیارت حرم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در مشهد و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم بود. اعضای این هیئت پس از ورود به شهر مقدس قم و زیارت حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها با مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق حسین شیرازی ملاقات کردند. همچنین این هیئت در دیداری با آیت الله سید حسین شیرازی داشتند. در این دیدارها بر اهمیت تشویق جوانان به فراگیری علوم حوزوی، توسل به اهل بیت علیهم السلام و بررسی وضعیت کنونی جهان اسلام تأکید شد. بر اساس گزارش جدید اتحادیه اروپا، مسلمانان در سراسر اروپا با افزایش نگران کننده‌ای در نجات پرستی و تبعیض روبرو هستند که بخشی از آن ناشی از گفتمان ضد اسلامی است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. بر اساس گزارشی که توسط آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا منتشر شده است، مسلمانان در اروپا با افزایش نگران کننده نجات پرستی و تبعیض مواجه هستند. این نظرسنجی که در میان 9600 مسلمان از 13 کشور عضو اتحادیه اروپا انجام شد، نشان می‌دهد که تقریباً نیمی از پاسخ دهندگان به تازگی با تبعیض روبرو شدند. طبق این گزارش، این تبعیض‌ها در زمینه‌های مختلف زندگی از جمله آموزش، بازار کار و مسکن به وضوح مشاهده می‌شود. برخی از کودکان مسلمان در مدارس مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و مسلمانان با مشکلاتی در دسترسی به فرصت‌های شغلی و مسکن مواجه هستند. این شرایط با افزایش نفوذ احزاب راستگرا در کشورهای مختلف تشدید شده است. برای مثال در اتریش که حزب راستگرای ضد مهاجرت در آن پیشرفت زیادی داشته است، 71% از مسلمانان اعلام کردند که به تازگی با نجات پرستی مواجه شدند. همچنین در آلمان با افزایش نفوذ حزب ضد مهاجرت آلترناتیو برای آلمان، 68% مسلمانان گزارش هایی از تجربه تبعیض ارائه کردند. این گزارش می‌افزاید که زنان مسلمان به ویژه آنان که لباس مذهبی مانند حجاب می‌پوشند با نرخ بالاتری از تبعیض در بازار کار مواجه هستند. سازمان حقوق بنیادین اتحادیه اروپا خواستار وضع قوانین سختگیرانه‌تر علیه جرائم نفرت و تبعیض شده است. بر اساس اطلاعات جدید، 19941 آواره به علت جنگ از لبنان به شمال و شرق سوریه مهاجرت کردند که شامل 82 تبعه لبنان نیز می شود. مرکز مدیریت بحران خودگردان در امور پناهندگان گزارش داد که تعدادی از قربانیان جنگ در لبنان به سوریه بازگشتند. این افراد در خانه های خود یا نزد اقوام ساکن می شوند و اگر خانواده ای نداشته باشند، مراکز اسکان از سوی مدیریت خودگردان فراهم می شود. همچنین بیش از 16,000 آواره لبنانی در عراق نیز حضور دارند و در این کشور مهمان شدند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در گزارشی به شورای امنیت درباره اخراج زنان و دختران افغانستانی از پاکستان ابراز نگرانی کرد. او اشاره کرد که این گروه با مشکلات بهداشتی و سلامت روانی جدی مواجه شدند. در گزارش منتشر شده در 22 اکتبر 2023 ذکر شده که حدود 500,000 مهاجر از پاکستان به افغانستان بازگشتند که نزدیک به 49% آنها زنان و دختران هستند. این بازگشت‌ها تأثیرات منفی زیادی بر آسایش و سلامت این افراد گذاشته است. کانادا برای اولین بار تصمیم به کاهش قابل توجه پذیرش مهاجران گرفته است.
این تغییر سیاست به ویژه برای دولت جاستین ترودو در آستانه انتخابات فدرال اهمیت دارد. بر اساس گزارش ها در سال 2024 کانادا 485 هزار مهاجر جدید را خواهد پذیرفت، اما این تعداد در سالهای 2026-2027 به 380 هزار نفر و 3 هزار نفر کاهش خواهد یافت. این تصمیم در شرایط اتخاذ می شود که کانادا به عنوان کشوری با سیاستهای مهاجرتی باز و استقبال از تازه واردان شناخته می شود. کاهش بارش ها و مدیریت ناکارآمد آب موجب کاهش حقابه چندین تالاب مهم در ایران شده است. تالاب هایی مانند گاوخونی و دریاچه ارومیه به شدت تحت تأثیر این بحران قرار دارند و حقابه تالاب های بختگان و جازموریان به طور کامل قطع شده است. این وضعیت به خشک شدن این مناطق و افزایش خطر گرد و غبار منجر شده است. از 3.5 میلیون هکتار اراضی تالابی، حدود 1.4 میلیون هکتار در معرض خشکسالی قرار دارند. کارشناسان تغییرات اقلیمی و عدم تأمین حقابه را دو عامل اصلی بحران می دانند. بر اساس گزارش مقامات محلی، دو نفر در پی غرق شدن قایق مهاجران با 50 سرنشین در کانال انگلیس جان باختند. این حادثه در سواحل سانگات در نزدیکی کاله رخ داد. مقامات دریانوردی فرانسه اعلام کردند که دست کم 46 نفر جان نجات یافتند و جستجو برای پیدا کردن افرادی که هنوز در آب هستند ادامه دارد. همچنین به دو قربانی پس از نجات از آب کمک‌های اولیه ارائه شد، اما متاسفانه آنها زمانی که به کاله منتقل شدند جان خود را از دست دادند. این حادثه بار دیگر خطرات مسیرهای مهاجرتی را به تصویر می کشد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. آغاز همکاری نظامی ایران و عربستان با برگزاری رزمایش مشترک در دریای عمان. سفر اعضای واحد استفتاءات مؤسسه اهل بیت از بصره به ایران و دیدار با آیت الله العظما شیرازی. افزایش نگران کننده نجات پرستی علیه مسلمانان در اروپا، گزارش یک نظرسنجی. ورود بیش از 19 هزار آواره از لبنان به سوریه. نگرانی دبیر کل سازمان ملل از پیامدهای اخراج زنان و دختران افغانستانی از پاکستان. کانادا میزان پذیرش مهاجران را کاهش می‌دهد. افزایش بحران زیست محیطی حقابه تالاب‌های ایران به صفر رسید. و کانال آبی انگلیس جان دو مهاجر را گرفت. بینندگان گرامی، به پایان بولتنی خبری امشب رسیدیم. از اینکه با ما در این بخش خبری شبانگاهی همراه بودید متشکرم. خدای دو جهان نگهدارتان باد. اللهم عجل ولیک الفرج.